قحطی بوده. از هزار ساعت چرا داور خودکشی کرد؟ چی گفتم؟ گفت چرا گندم از خراسان به تهران نمیرسه؟ گفت قربان برف میاد، کامیونم نداریم، گرفتاریم، بیچاره ایم. در جنگ دوم جهانی تعداد کل کامیون ها و وسایل نقلیه ارتش 500 تا بوده که یک سوم اینا سواری بوده. چی میشد که پول کنن تو جیبشون دست بفرمایند بگن کامیون دونه 8000 تومان بود، کامیون بسترین کامیون آمریکایی 8000 تومان. بعد ما لشکر ما از فارس پیاده نره به خوزستان که در اونجا 200 تا 300 تا سرباز بر اثر نداشتن قمقمه بمیرن. عزیز دلم، شما وقایع شهریور، حقایق شهریور، اسناد بریتانیا، مقاله روزنامه تایمز لندن بخون، گزارش ویولا بخون، گزارش جنرال کوینان، دونه دونه گزارش ما تلگراف داریم. مجدل این کاری که کرده درباره این قحطی دوم صحبت کرده. قحطی اول میگم با مجدل من اختلاف دارم، با ایشون با این نه قحطی اول بگو رضا شاه بوده، قحطی دوم قحطی اول رضا شاه بوده. شما اشتباه میکنید یک سال دادن دوشه صحبت میکردید، اونم رضا شاه کرده، قحطی دوم هم رضا شاه کرده. ای مردم من دارم برای تاریخ قضاوت میکنم، من دارم تاریخ رو میگم. آقای زلزله کرمانشاه هم رضا شاه براهنده بفرمایید. ببین دیدی گفتم پوپولیست داره از آقای کاظمی نرم میکنه. من دارم کتاب وزیر خارجه مملکت دارم میخونم، اونم وزیر خارجه که رضا شاه چشم رضا شاه بوده. تمام جزئیات اگر کتابی باشه که متن رضا شاه باشه مردش هستی بیا اینجا بخونی. بله بله. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی. عزیزم نه ببین، شما پوپولیستی، نه شما پوپولیست هستی، شما الان دارید پوپولیستی برای اینکه توجه. عزیزم نه شما پوپولیست هستی. آقای صادق زیبا کلام هیچ وقت نظامی نبوده. من خدمت نظام رفتم، پدرم سرهنگ بوده، دکتر بوده، در درجه سرگردی 5 ماه زندانی شوروی بوده که مادر من میرفت در بندر انزلی پدرم بوده. نه شما اشتباه دارید. خیلی هم رضا شاه دوستش داشته، ولی تاریخ نه رضا شاه ازش متنفر بوده. تاریخ ببینید عزیز دلم، شما ببینید مردم یه دهی که نمیدونن، این نسل جوانه. ببینید من دارم میگم ما نمیخوایم دوره اشغال ایران تجدید بشه، ما میخوایم مردم ایران اشغال نشه این مملکت. شما اگه چه اشکال داشت جای آقای زرقامی ترسو بیچاره‌ای که میگفت ابعض رسید فرمودن نفرمودن. فکر کن یه جنرالی مثل جنرال شهاب بود، یه افسری بود شجاع، میرم میگفت علازت دادن حمله میکنن، یه فکری بکنید، کامیون بخریم، توپ بخریم. چرا توپا رو تهران نگه داشتید؟ چرا زرهپوشا تو تهرانه؟ چرا تانگا تو تهرانه؟ بفرستید به مرز. شما برید نگاه کنید ستانش، شنیدید کلمش؟ یعنی در تمام ایران ماشینای مردم میگرفتن، مردم هم اون گلکو رو ور میداشتن که ماشین ندن به ارتش. ستانش رو مشاهده کردن، جمله مال فرهنگستانه. شما ببینید قربانت گردم، ببین یه چیزی دارم به دیگه. من هیچ گونه نظر بد گفتم، نه کمونیستم، نه تجزیه طلبم، نه مصدقیم، نه. ببین من یه آدم مثلا تاریخ، برای من تاریخ مهمه و نظر حکومت اصلا چنین چیزی نیست. این کجا با امروز ما دادن خدا پدر این حکومت بیامرزه. ما الان دو جلسه داریم همش متوسنا میفرمایید جناب علی. متوسنا چی گفتم من؟ بنده من متوسنا کیو گفتم؟ نه داریم واقعیت، برای که واقعیت آقا برقراری امنیت درسته، نه مبرک منصف هستش که وقتی داره نکات منفی میده تجزیه و تحلیل بکنه. آقا این مملکت 4 تا روزنامه داشت، ترکیه در همون زمان 800 تا روزنامه داشت، ما رادیو یه رادیو داشتیم، رادیو ایران، که برق چون نبود تو مملکت کسی نمیشنید، آژیر هواییشو مردم نمیشنیدن. بذارید واقعیت رو بگیم. آقای دکتر صادق زیبا کلام، ما نمیخوایم این مملکت اشغال بشه، ما نمیخوایم این مملکت مردمش با دوست داشته باشن، باید برای ایران بمیرن. این عوام فریبی ها چه ربطی به بحث ما داره؟ چرا عوام فریبی ها؟ نه عوام فریبی ها، من واقعیت تلخ رو میگم. اتهام نزنید وزیر خارجه مملکت که بارها سفیر شده. فقط یک جمله، مورخ کسی هست که منصفانه داوری بکنه. مورخ کسی هست که منصفانه داوری بکنه. مورخ کسی که کتاب بخونه جواب بده. مورخ کسی هستش که منصفانه داوری بکنه. این مقاله در 1321 چاپ شده، در سالنامه آریان. زمانی چاپ شده که رضا شاه سقوط کرده، زمانی چاپ شده که توده‌ای تو مملکت همه کار بله 1321 مصدق رضا شاه یک سال بود که سقوط کرده بود. چی نوشته؟ شما از کسانی داری نقل قول میکنی
که چی وزیر خارجه نقل قولش بده که چی وزیر خارجه کردم اگر اون خوب نوشته بود شما حاضر بودی کتابی که درست نوشته بوده میگه نخوندی نکنه دوشار گوش نوشته خوبی های رضا شاه داره یک ساعت تعریف میکنه شما باید منصفانه داوری بکنی من منصفانه داوری میکنم شما مشکل اینه که تاریخ ببینید الان اینه که فرمودید دارید میخونید من به شما توصیه میکنم 150 تا سند درباره رضا شاه گفتم شما جناب آقای زیبا کلام این کتابا رو بخونید شما خاطرات هیو ناچین بول هیکسون خوندی بعد میخواید درباره رضا شاه کتاب بنویسی آره میخوام در مورد رضا شاه کتاب خوندی شما کتاب سپیددم در آبادان رو خوندی آقا منم مثل تو هم منم مثل تو کتاب بنویسم به هیچ وجه نیستی شما چقدر حقوق میگیرید در ما نیستی شما چقدر حقوق میگیرید حقوق استادیتون چقدره من 100 میلیون تومان. من ببینید چی می‌خواستی بگم؟ می‌خواستم اینو بخونم میگن که ایشون اینکه یه دکتر نوشته. او. یه دکتر عزیزم یه دکتر گوش بده قربونت. اگه اون دکتر به نفع رضا شاه نوشته بود میگفت آقا به رضا شاه ننوشته، بعضی به داشتی ننوشته. یا ابوالفضل مدت 10